و مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما هستن. آقای جاودانفر، اولین سوالی که من فکر میکنم به ذهن همه خطور میکنه این هستش که در حمله اسرائیل به رفح تکلیف مردم چه خواهد شد؟ آیا اسرائیل طرحی برای حفاظت از جان غیر نظامیان داره؟ میتونه همزمان با عملیات نظامی از وقوع یک فاجعه انسانی جلوگیری کنه به نظر شما؟ بر اساس گزارش‌هایی که تا الان منتشر شده، اسرائیل میخواد که مردم غیر نظامی رد از منطقه تخلیه بشن و این یک مسئله بسیار مهم خواهد بود برای اسرائیل و برای روابطش با آمریکا. چون اگر یک فاجعه انسانی اونجا به وجود بیاد که مثلا در یک حمله چند نفر کشته، مثلا ده‌ها نفر یا خدای نکرده صدها نفر کشته یا مجروح بشن، میتونه خیلی گرون برای اسرائیل تموم بشه و ما میدونیم و ملاحظه وجود داره در مورد، به خصوص در مورد فشارهای بین المللی، فشارهایی که از دولت آمریکا به اسرائیل تا حالا فشارهایی که احساس کرده و الان دولت آقای بایدن به خصوص داره کمپین کارزار انتخاباتیش شروع میکنه و اعراب آمریکایی که به خصوص در ایالت میشیگان هستن، این ایالت مهمی برای پیروزی آقای بایدن هستش، دارن فشار میارن روی آقای بایدن. پس بله، گفتن که دولت اسرائیل که میخواد منطقه رو تخلیه بکنه برای اینکه مردم غیر نظامی سرمه نبینن و باعث امیدوار بود که همچین چیزی اتفاق خواهد افتاد. خب با توجه به اینکه مصر مرزهاشو بسته و اسرائیل هم گفته که در واقع ساکنان رفح نمیتونن به شمال غزه برگردن، این تخلیه کجا و چگونه قرار هست که صورت بگیره؟ سوال بسیار خوبیه. ببینید، نشون میده که واقعا چه فاجعه‌ای این جنگ، واقعا داره نشون میده که این چه فاجعه‌ای این جنگ. ببینید، من اسرائیلی هستم، من صهیونیست هستم، من کشورمو دوست دارم، من حاضرم جونمو برای این کشور بدم، چون این کشور برای من خونه جدیدی بوده و خانواده‌ام در این کشور هستن. در این حال من به یک حمله بسیار ناجوانمردانه روز 7 اکتبر حماس انجام داد، بزرگترین و مهیب‌ترین و پلیدترین حملات علیه شهر و هموطنان من. در این حال من و خیلی از ما در اسرائیل کور نیستیم که مردم فلسطین هم دارن زجر میکشن. ما میدونیم که اونها هم دارن زجر میکشن، ما میبینیم که اونها هم دارن زجر میکشن. در این حال مسئله اینجا هستش که خیلی ها در اسرائیل هستن، به خصوص خانواده های اسرا، که میخواه همین الان یک توافق بشه با حماس، یک توافق به یک مذاکره باشه، به یک توافق برسیم که این جنگ در حال حاضر تموم بشه تا بتونیم ما اسرا رو آزاد بکنیم و بله که مردم اونجا هم نفس بکشن. ولی اگه جنگ الان تموم بشه، آتش بس بشه، هم برای ما خوبه هم برای مردم فلسطین. ولی الان ما دیدیم که با وجود اینکه این دولت اسرائیل خیلی مخالف داره، حماس شرایطی گذاشت برای آزادی اسرا و پایان جنگ که تقریبا غیر ممکن هستش برای هر دولت اسرائیل، نه فقط برای آقای دولت نتانیاهو. اگر اپوزیسیون هم الان در سمت قدرت تا الان در دستش، با این شرایطی که حماس گذاشته غیر ممکن هستش که قبول بکنه. پس متاسفانه باید بگم که الان با وجود اینکه ما کسانی هستیم که در اسرائیل هم که میخوان جنگ تموم بشه و آتش بس بشه، الان این رفتار حماس هستش، شرایط واقعا غیر منطقی و میشه گفتش که زیاد از حدی هستش که برای اسرائیل گذاشته که آتش بس رو غیر ممکن کرد. و الان بله، پس الان به یک مرحله رسیدیم که الان دوباره یک چالش جدید هست، پس منطقه رفح تحت تخلیه بشه. الان اونایی که از شمال اومده بودن فلسطین ها خوب بوده برن جنوب، حالا از جنوب دوباره باید برن وسط. بله، من نمیگم که بله اسرائیل میخواد، اسرائیل الان ما هم در این جنگ هستیم، ولی بزرگترین طرفی که نه برای مردم خودش ارزش قائله نه برای مردم من ارزش قائله، حماس هستش. کاملا مثل رفتار جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ با عراق. پس متاسفانه الان این مسئله تا وقتی که حماس یک میشه گفت شرطهای منطقی نذاره روی میز، متاسفانه این جنگ واقعا دردآور و دردناک ادامه خواهد. آقای جاودانفر، سوال آخر من در رابطه با حملات حزب الله لبنان به اسرائیل هستش. فکر میکنین که این حملات با چه هدفی صورت میگیره؟ با توجه به اینکه به رغم موشک پرانی در واقع جنگ واقعی صورت نگرفته. چقدر وقت دارم؟ یه دقیقه بسه؟ بله، در حد یک دقیقه. چشم، باعثی ملاحظه کرد.
ببینید الان حزب الله الان جنگی هستش که شروع شده، حزب الله این جنگ رو شروع کرد و روز 8 اکتبر، و الان حزب الله تحت فشار هستش که بایستی فشار بیاره روی اسرائیل اولا برای اینکه نیروهای اسرائیل رو از غزه بیاره به سمت خودش تا بتونه یک نفس بکشن رهبران حماس، که متاسفانه برای حزب الله، حزب الله متاسفه که همچین چیزی اتفاق نیفتاده. پس ولی بایستی فشار رو هنوز میاره. ولی یک مسئله دیگه هم هستش که این الان جنگ برای حزب الله گرون تموم شده. ببینید الان چند 150 نفر اگر اشتباه نکنم، شاید بیشتر شاید یه خود کمتر، از نیروهای حزب الله کشته شدن، بعضی از سران این گروه کشته شدن به خاطر حمله جانبه حزب الله. پس به خاطر اینکه این بهایی که پرداخته به خاطر حملهش، به خاطر تصمیم شروع جنگش با اسرائیل، حزب الله الان زیر فشار هستش که یک نتایجی نشون بده، وگرنه چیزی که مردم لبنان و حامیانش از تصمیم حزب الله برای شروع این جنگ دیدن چیزی به غیر از ضرر نبوده. بله، سپاس از شما میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل‌آویو همراه ما بود.